صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا وحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده، امیدوارم هر جایی که هستید تحت ظل عنایات مقام بقية الله اعلی حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه اوقات ایام به کام همه شما بوده باشه. با برنامه تکیه بین الحرمین از برج مجموع رسانه امام حسین علیه السلام، مبحث بررسی مقتل آقا سید الشهدا روحی له الفدا، اتفاقات روز عاشورای حسینی در خدمت همه شما عزیزان هستیم. همونطور که میدانید مباحث این دو سه جلسه گذشته حول محور عاق و عاق امام زمان، نفرین و لعن سید الشهدا روحی له الفدا برای کسانی که مقابل حضرتش صف کشیده بودند گذشت. شاخه های مختلفه، فصول مختلفه را از این مبحث خدمت شما تقدیم کردیم و امید داریم مرضی رضای مقام بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما محبین و خدمه آقا سید الشهدا روحی له الفدا واقع شده باشد. کسانی که تلاش میکنید کسب معارف کنید، آن هم معارف حق، برای تعالی بیشتر و رفعت درجه نزد حضرت حق جل و علا، قرب الهی میآورد معرفت به ذوات اقدسه حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین. تأکید میکنم قرب الالله. مبحث به آنجا کشید که سید الشهدا روحی له الفدا آغاز کردند به نفرین و ابراز براءت از کسانی که مقابل حضرتش صف کشیدند.
طلب میکنند خون مبارک حضرتش را. نه فقط حضرت ابی عبدالله روحی له الفدا اظهار براءت از دشمنانشان کردند، بلکه از ازل، بلکه از وقتی که قلم بر لوح سریان و جریان پیدا کرد و رقم زد آنچه که در عالم رقم خورده است، اظهار براءت از دشمنان سید الشهدا روحی له الفدا قتله آقا ابی عبدالله صلوات الله علیه بارز است در روایات، در آنچه که به ما رسیده است. اگر کسی چشم باطن نیز داشته باشد حقیقت آن را می‌یابد. تا آنجا که فرمودن به صراحت که اصلاً و ابداً رحمت الهی شامل احوال قتله آقا سید الشهدا روحی له الفدا نخواهند شد، همان گونه تمام قتله حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، کسانی که کمر به قتل حضرات آل الله بستن، اینها مشمول رحمت الهی نخواهند شد، وارد جهنم میشن. قدری درک این مسئله، حقیقتا عرض کنم درک این مسئله، وارد در جهنم، خلود در جهنم، درک آن قدری دشوار است. چرا؟ جهنم کجاست؟ جهنم مکانی است که اثری از رحمت الهی نیست، اثری از نعمت الهی نیست، اثری از غفران الهی نیست. برای کسانی که خالد در جهنم هست، بحث ما خلود است مطلقا. بعضی هم سالهایی در جهنم میمانند و به حسب و تعدد سالهایی که مبحثش گذشته است و نجات پیدا میکنند، ولی آنها که خالدند، مکانی است جهنم که اثری از رحمت الهی نیست. چرا درکش برای ما سخت است؟ چون ما چه کسانی که نمکگیر سفره آسید و شهدا روحی له الفدا هستیم، چه کسانی که بیرون از دایره ولایت هستیم، رحمت عام، تماما شامل رحمت الهی شده ایم. یعنی امور ما به غیر رحمت الهی نمی گذرد. هرچند کسی یاغی باشد، سر برآورد، انکار نعم کند، ولی همو او غرق در نعم الهی است تکوینن و نمیداند. خورشیدی که خداوند علی اعلا میتاباند بر همه موجودات، او هم بهره میبرد. همه ما غرق در رحمت الهی هستیم. ربما بعضی توفیق بیشتر دارند، رزق وسیع‌تر دارند، رحمت خاص را و درک رحمت میکنند. این هم مهم است. برای شکرگزاری باید درک وسیع تری از رحمت الهی داشته باشیم و بعضی درک آن نمی کنند. مانند کودکی که بهره‌ور است از اطعمه، از آنچه که می نوشد، ولی نمی داند اثرات این خوردن و آشامیدن برای او چقدر مؤثر است. خب لذالک درک مکانی که از آن اثری از رحمت الهی نیست به شدت سخت است. الحمدلله رب العالمین، به برکت محبت حضرات آل الله صلوات الله علیه و جون هرگز هم درک نخواهیم کرد. اهل ولایت جهنمی نیستند، اهل ولایت امیر المؤمنین، اهل براءت از دشمنان امیر عوالم، امیر المؤمنین روحی له الفدا، جهنمی نیستند و هرگز درک نخواهند کرد، ولی به اندازه معلومات و دانستن. پس جایی که وارد می شوند اثری از رحمت الهی نیست، و این مسئله از این بعدی که عرض کردم قدری تأمل بیشتر کنید، می دانید چه چیزهایی را فقد می کنند اهل جهنم، چه چیزهایی را ندارند. تمام اینها می شود عذاب اهل جهنم. خب سید الشهدا روحی له الفدا با اشاره به این حقیقت و دورگردانیدن دشمنانشان از رحمت الهی، یعنی خلود در نار و قتله حضرات آل الله، همه کسانی که نقش در قتل ولی الله داشتند، و قتل را عرض کردیم که انواع مختلفی دارد، یکی آن است که قتلی است بالمباشره و دیگر امورش را عرض کردیم، کسانی که با زبان میکشند، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، بعضی نور خدا را با دهان میخواهند خاموش کنند، که اگر ترجمه تحت لفظی ببیند کسی، همان دمیدن بر شمع و نور این گونه است که در قدیم رسم بوده است. اگر کسی به دقت معنا ببیند، حرفی که باعث میشود نور الهی از کسی سلب شود،
او هم اطفاء نور الهی به وسیله دهانش کرده است و از این دست مطالب تماماً از رحمت الهی دورند. حضرات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، امیر عوالم، امیر المؤمنین روح الله الفدا، تا مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجه شریف، تماماً اظهار کرده اند براءتشان را از دشمنان، از اهل سقیفه گرفته تا کسانی که تابع اهل سقیفه هستند. ببینیم میان بر خواب خوش سحری صلوات الله علیکم یا آل بیت رسول الله، رحمت الله مشاق ابا عبدالله. خدا رحمت کند همه کسانی که با اخلاص دم از سید الشهدا روح الفدا می زدند و شرف خدمت به منبر نورانی آقا ابی عبدالله را داشتند. ما را هم انشاءالله خداوند علی علا رزق دهد که بتوانیم تا آخرین نفس صاف از ابی عبدالله دم بزنیم بدون تمایل به هیچ جهتی، فقط از سید الشهدا روح الله الفدا، این تمنای ماست. و انشاءالله حضرت قمر بنی هاشم ساقی معرفت این توفیق را نصیب به حال همه ما میگرداند. چیز دیگری ارزش ندارد. انسان نفسش را، حیاتش را خرج کند برای چیز دیگری ارزشی ندارد. خب بحث کجاست؟ نفرین سید الشهدا روح الله الفدا و ابراز. بحث امروز با جلسات گذشته این است فرقش، نکتهش، دقیقهش، لطیفهش، ظریفهش، که ابراز براءت موضوعیت دارد. ابراز براءت موضوعیت دارد، خاصه این ایام که بعضی نشستن و طبق معمول حق را می پوشانند و این گونه مدعی میشن که حضرات اهل بیت
دم از همگامی با بعضی از اهل خلاف میزن. چنین نیست، چنین نیست. قدری کسی تأمل و تدبر، قدری در آیات حتی اگر بنگرد، خود خداوند علی اعلی شیوهش چنین نیست. دائما لعن میکند مکذبین را، کسانی که دین را از جایگاه خودش خارج میکنند. تمام اینها مباحثش گذشته است. نکته آن نکته این است که همان گونه که کسی تلاش بر قتل نور خدا، یعنی سید الشهدا روح الفدا اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، کلام حضرات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین میکند و مورد نفرین حضرات آل الله، یعنی کان رحمت، بحر مغفرت، مصدر تمام نعم حضرات آل الله صلوات الله علیه اجمعین، کسی که ایستادگی میکند، مقابله میکند، مورد لعن و نفرین یعنی دوری از رحمت الهی قرار میگیرد، عکس مسئله نیز ثابت است. کیس مؤمن زیرک، مؤمن اهل فن و فضل، میداند که عکس ماجرا همچنین است. اگر کسی تلاش در تلالو حق و حقیقت کند، اگر کسی مانع را کنار ببرد که نور به دیگران برساند، اگر کسی خود به کار بیفتد و نور کلمات حضرات آل الله صلوات الله علیه اجمعین را به دیگران برساند، یعنی ترتیبی بدهد، این چنین مایه رحمت و دعای ولی الله قرار بگیرد. حضرات آل الله صلوات الله علیه اجمعین برای او دعا می کنند. قرائن، شواهد، نصوص در این وادی هم مفصلن آمده است. پس هر دو طریق را عرض کردیم. اول از جان دفع شر موش کن، بعد در انبار گندم کوش کن. قاعده ای که واقعا سهل و آسان است فهمش برای کسی که بخواهد بفهمد. خب سید الشهدا صلوات الله علیه در ادامه جملاتی که طلب نفرین میکنن، لعن میکنن بر قتله خودشان، کسانی که مباشرتا مقابل حضرتش ایستاده اند، ای کاش در چارچوب رسانه نبوده این و گوش ناآشنایی، احتیاطاً گوش ناآشنایی نبود و همه حرف را میشد آنگونه که بایسته شما حسینیان است عرض کنیم، ای کاش. و الا عرض می کردم که شدت نفی حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین راجع به کسانی که جرثومه کفر و نفاقن چگونه است. به اشاراتی که عرض کردم مفهوم شد مطلب. غربت و علی یوم الخندق افضل من عباد، تا این شدت نفی کفر می کند کسی که در شأنش خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله فرموده است برز الاسلام کلو، همه اسلام است علی صلوات الله علیه، همه ایمان است امیر المؤمنین کذا سید الشهدا روح الفدا، همه ایمان است. برز بروز می کند به سمت کفر در جنگ خندق و امر عبدبد. مفهوم شد، رسید تا این حد ولی الله نفی می کند لعن و نفرین که معلوم است، معلوم است. خب نکته دیگری که عرض می کنم امروز در این جلسه این است که سید الشهدا روح الفدا وقتی که می فرماید از خدا طلب می کند، نفرین می کند کسانی که کمر به قتل حضرتش بستند، کسانی که اصحاب و اعوان او را به شهادت رساندند، کسانی که آب را بر خیمه ها و اهل عیال او بستند، کسانی که واگذار نکردند از هر گونه ظلمی به سید الشهدا روح الفدا، مطلبی را بیان می کنند و آن مطلب جای بسی ترس و دلخوره است. آن که حضرتش می فرماید خداوند علی اعلی وقتی که مکافات کار شما می کند، جزای شما را می دهد، در ثار من ندانید، درک نکنید که از کجا مبتلا به چه شده اید، از کجا مبتلا به چه شده اید، درک نکنید از کدام طرف. این خود بلایی است مزید بر بلایی که اهل عذاب میکشند و درک میکنند، هم مبتلاست و
و هم نمیداند که چرا مبتلاست و هم نمیداند دلیل ابتلاء او چیست و گاهن گمان میکند این ابتلایی که دارد خیر اوست. این سخت است به شدت. قل هل انبئکم، آیه شریفه را همه میدانید، اخسرین اعمالا، بالذین اخسرن اعمالا، کسانی که ضل سعیهم فی حیات، اینها کسانی هستند که تلاش میکنند، این تلاششون ضل، به درد نمیخورد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکند فعل خوب هم انجام میدهد. نمونه، مثال، روایتی که مشهور است، نقلی که منسوب است، به حضرت صادق مصدق صلوات الله علیه در پی کسی دیدن دزدی میکند و آن مال دزدی شده را که در بعضی از روایات نان آمده است، بعضی از روایات انار آمده است، آن شخص دزد بعد از دزدی از نانوایی یا آن کسی که میوه میفروخته است، آن شیء دزدی شده را به فقرا میداد. حضرت نزد او از او پرسیدند چه میکنی؟ عجیب است، عبارتی است که اصلا حیا مانع است عرض کنم، جمله ای که خدمت حضرت صادق مصدق میگوید، آن کسی که غرق است در بلا و نمیداند مبتلا است و گمان میکند کار او خوب است، میگوید خب قرآن گفته است که من جاء بالحسنة فله عشر امثال، کسی که کار خوبی انجام بده ده برابر خدا به او میدهد. خب سیئه ام یک سیئه است، من الان دو سیئه، دو تا دزدی انجام دادم، دو تا گناه است، دو تا حسنه انجام دادم، دو تا ده تا، 20 تا، پس 18 حسنه در نام. این گونه قیاس را ببینید، این گونه میزان برای اعمالش میگذارد، اونجا صدقه دادم، اینجا دزدی کردم، کم و بیش میکند، پس من حسنات دارم. حضرت صادق مصدق صلوات الله علیه فرمودند که خداوند علی اعلا را با معصیت اطاعت نکن. چه کسی خدا را با معصیت اطاعت میکند؟ این چه رنگیست که شیطان به افعال شما زده است؟ چه زینتیست که شیطان در اعمال شما کرده است؟ گمان میکنید کار خوب میکنید؟ سخت است. حضرت سید الشهدا روح الافضل این نفرین را کردن، درک نکنید که مبتلا، بلایی به سر شما بیاید و درک نکنید که مبتلایی، تازه گمان میکنند چه خوب انجام میدهند. مانند کسی که از بالا بیستد و نگاه کند، میبیند چه کسانی که خطا میروند و گمان میکنند کار خیلی سخت است. عرصات آخر الزمان، اگر کسی گوشش را از فرمان حضرات آل الله صلوات الله علیه در گرفت و غیر از فرمان حضرات آل الله را شنید، به همین امور مبتلا میشود. چه میکنی؟ هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، پناه به خود مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف میبریم. حضرت این گونه نفرین کردن، درک نکنید که مبتلایید و از چه جایی به وسیله چه کسی در حال ابتلا هستید، به خاطر قتل حسین ابن علی صلوات الله علیه. و عجل فی فرج مولانا صاحب عصر و زمان، این موضوع جا دارد که بیش از این راجع به آن گفت و شنود شود و شما هم انشاءالله تحقیق و تدبر بیشتری در این موضوع خواهید داشت انشاءالله. امیدوارم که حضرتش به همه ما نظر عنایت کنند. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا آقا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلوات خط کنید. یا علی، خدا نگهدار. رزيت كربلا وصوت العقيله.